بسم الله الرحمن الرحیم. با قسمت دهم از برنامه خوب بعدش چه میشه میهمان نگاه های شما هستیم. تا این قسمت قصد دارم راجع به یکی از اتفاقاتی که کمتر بهش پرداخته شد و این روزها اتفاق افتاد صحبت بکنم. در روزهایی که ما درگیر به نوعی بزرگترین و پیچیده ترین چالش 43 سال اخیر خودمون در کشور بودیم، آمریکایی‌ها در دو بعد میدانی و غیر میدانی در حال تلاش بودند. اگر بیشتر از ما تلاش نکردند، کمتر هم تلاش نکردند. در بعد میدانی تقسیم کار کردند و در واقع حمایت‌های مالی رو به عربستان، حمایت‌های رسانه‌ای و تهاجم فرهنگی و رسانه‌ای رو به انگلیس و در واقع لندن و حمایت‌ها و عملیات‌های ایزایی و میدانی رو به اسرائیل سپردند. اما همچنان هم مرکزیت و مغز اصلی این اتفاقات آمریکا و سازمان CIA بود. خب در بعد غیر میدانی که من اسمشو میذارم ابعاد دیپلماتیک، هم آمریکا تلاش‌های بسیاری کرد. به عنوان مثال رئیس جمهور آمریکا در فاصله تنها حدود 10 روز 3 بار موضع‌های کتبن و شفاهن موضع‌گیری کرد و در واقع اغتشاشگران ایران را افراد شجاع نامید. آقای بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در اندیشکده بنیاد هوور در پاسخ به سوال خانم کاندولیزا رایس، ایشون هم حمایت کرد از اغتشاشات در ایران. آقای راب ملی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در واقع اندیشکده کارنگی، ایشون هم حمایت کرد از اغتشاشات ایران و اینکه نفع آمریکا به این حمایت ها هست. و موضع‌گیری آخر که برای من با اهمیت هست، مربوط به موضع‌گیری رئیس مهمترین سازمان امنیتی اطلاعاتی آمریکا یعنی CIA آقای ویلیام برنز بود که ایشون هم حمایت کرد و آمریکا رو متعهد به حمایت از آشوب‌های ایران کرد. خب آمریکا در گام بعد به عنوان اقدامات دیپلماتیک اومد و تحریم رو هم جور که انتظار می‌رفت در دستور کار قرار داد. یک سری از افراد و نهادهای ایران رو مورد تحریم قرار داد. تحریم ها رو گسترده کرد، اما بعضی از تحریم هایی که به نفع خودش هست رو کم کرد، مثل تحریم هایی که مربوط به اینترنت و در واقع امور ارتباطاتی هستش رو کاهش داد. در گام بعد اومد از اون قدرت سیاسی خودش استفاده بکنه، از نهادهای بین المللی استفاده بکنه، خصوصا شورای امنیت سازمان ملل. یک نشستی رو به همراهی کشور آلبانی، یعنی آمریکا و آلبانی دوتا نماد تروریست در دنیا، یکی به وجود آورنده تروریست و داعش، یکی هم حامی تروریست و تروریست بین الملل و گروهک به صورت خاص گروهک منافقین، اومدن و تلاش کردن این نشست غیر رسمی که در کنار شورای امنیت برگزار میشه به عنوان آریا فرمولا رو برگزار کردن برای فشار به ایران. منتها نکاتی داشت این نشست. اولین نکته حضور آقای راب ملی در این نشست بود به عنوان کسی که داره با یک بازو مذاکره رو جلو میبره، با بازوی دیگش داره فشار بر ایران رو تلاش میکنه زیاد کنه. دقیقاً کاری که سال 94 کردن، مذاکره و تحریم مالی و اقتصادی رو همزمان جلو میبردن. نکته دوم، مخالفت صریح و شفاف دو عضو ثابت و دارای حق وتو شورای امنیت با این نشست و فشار علیه ایران بود، یعنی چین و روسیه. و نکته سوم، عدم همراهی قاطبه کشورها با این نشست بود. به عنوان مثال بیانیه گروه دوستان منشور سازمان ملل که شامل 19 کشور هست و در حمایت از ایران این بیانیه را منتشر کردند. اینها نشونه هایی از اون ترک هایی هست که قدرت سیاسی آمریکا به عنوان یکی از 5 مؤلفه ابرقدرت بودن آمریکا داره این ترک ها بارد میشه و این ابرقدرتی در حال فروپاشی هستش. من به عنوان جنبندی صحبت هام میخوام این رو تأکید بکنم روش که قدرت از سمت غرب به صورت کاملا سریع، روندها بسیار تسریع شده، داره به سمت شرق منتقل میشه. تجربه ثابت کرده که انتقال قدرت ها، ابرقدرت ها، مثلا قرن 16 پرتغال بود، بعد اسپانیا، فرانسه، انگلیس و قرن 20 آمریکا، این انتقال ابرقدرت ها با چالش ها و جنگ ها و خونریزی های همراهه. بسته به اینکه اون ابرقدرت چقدر قدرت داشته، این چالش ها و جنگ ها و خونریزی ها بیشتر بوده. با توجه به این هژمونیک بودن ابرقدرتی آمریکا و این انتقال قدرت، ما قطعا جنگ ها و خونریزی ها و چالش های بسیار
گسترده‌ای رو پیش رو داریم و این قدرت به سمت شرق داره میاد. قدرت‌های در شرق در حال شکل‌گیری هستند، هر کدوم به اندازه پتانسیل خودشون به اون ابرقدرتی دست پیدا خواهند کرد و قطعاً ایران لولای اتصال این ابرقدرت‌ها به هم خواهد بود و ایران در 10 سال آینده بسیار نقش متفاوتی با امروز خواهد داشت. امیدوارم که بتونیم هرچه زودتر به ایران قوی برسیم. ممنونم از نگاهاتون. خدا نگهدار.